خب اتفاقی که افتاد به این صورته و حالا وایپی که ما داریم به این شکله. یه نکته خیلی جالب اینجا وجود داره و اونم اینه که الان اگر شما این بالا رو نگاه بکنید، زمان ترانزیشن من 1 ثانیه است. اما اگر هر کدوم از این کلیپ ها رو ببینیم، حالا مثلا چه این یکی، چه این یکی، زمانش 2 ثانیه است. چطور میشه که کلیپ 2 ثانیه باشه و ترانزیشن 1 ثانیه؟ یه عنوانی شما اینجا دارید به اسم Scale Transition Asset Durations که دقیقا همین کار رو بر شما انجام میده. اگر زمان کلیپ اصلی شما با وایپ شما تطابق نداشته باشه، اون رو اسلو میکنه یا سریعتر میکنه تا با این زمان تطابق پیدا بکنه. شما میتونید الان مثلا این آلفا ترانزیشن رو بکنید 2 ثانیه، یا حالا برای اینکه یه خوردن با اون تفاوتش باشه 2 ثانیه اون 12 فریم، و یه بار من رندرش بکنم. البته من اینجا آرتیم رو روی سیف گذاشتم، اگر روی آن لیمیتد گذاشته بودم نیاز به رندر نداشت. و حالا اگر با هم ببینیم شما میدید که خیلی آرومتر انجام میشه و دقیقا با زمان خود این کلیپ تطابق نمیکنه. خب پس این هم برای این کار مناسبه. توی بیشتر موارد من فکر کنم بهتر که روشن بذاریدش. اما این عنوان دوم هم عنوان مهمیه، Reverse Transition Assets. شما معمولا ممکنه بخواید وایپتون به این شکل انجام بشه که از چپ بیاد و به راست بره، حالا یه به هر شکلی. اما شاید تو برخی از موارد بخواید که اینوری وایپتون کار بکنه و دقیقا برعکس انجام بشه، حالا بنا به خود تصویر و شاتتون یا حالا هر چیز دیگه. برای این کار شما میتونید از این عنوان استفاده بکنید که Reverse Transition Assets. حالا اگر شما نگاه بکنید، دقیقا من اگه برگردم سر کات، برگردم از اینجا با هم ببینیم، برعکس براتون ترانزیشن رو انجام میده. عنوان دیگه ای که اینجا داریم شاید بعض وقتا به دردتون بخوره، اوپاسیتیه، که اگر کمش بکنید اوپاسیتی این تصویر کم میشه.